تیوی پلاس اولین تلویزیون اینترنتی ایران تقدیم می کند. سلام، اولین برنامه جیم تیوی هست، در خدمتتون هستیم. خیلی خوشحالیم که اولین مهمون برنامه‌مون ناصر زین‌علی هستش. امروز می‌خوایم کلی با ناصر امروز ورزش کنیم، گپ بزنیم، غذا بخوریم و کلی اتفاقای خوب تو این برنامه بیفته که شما هم در جریان باشید. ناصر یه ذره خودت بگو، چند سال نبودی، چرا فعالیت کم؟ سلام میکنم، من هم خدمت تو دوست قدیمی و برنامه جیم تیوی. راستش من 5 سال فکر میکنم 5 سال شد ممنوع کار بودم. به خاطر ممنوع کاریم کمتر بودم و متاسفانه خب خیلی اتفاق افتاد که باعث شد عقب بیفتم، ولی خب خدا رو شکر الان همه چی مساعده، همه چی خوبه. یعنی اولین مصاحبه رسمی میشه؟ آره، اولی تقریبا اولی مصاحبه. آهنگ دلبر نابم که دادی بیرون و کلی ترکوند و کلی هم استقبال. خود فکر میکنی اینقدر استقبال بشه؟ راستش بچه ها زحمت کشیدم از نظر بچه ها. آره فکر میکنم، چون بچه تیم خوبی داریم، خودم که بابت خودم نه، ولی خب بچه های خوبی پشت این قضیه. ولی دلبر ناب کی هست؟ دیگه حالا معلومی؟ صاحبش پیدا میشه. البته تو جزء معدود چهرهایی هستی که حالا همین ارتباطی که میگی بچه ها خیلی دوستت دارم، مثلا تو همسنفی خودت. این هم خودش یه استثناءه. مهراد جان هم تو کلیپت بود. مهراد از دوستای خیلی خوب همه بچه ها. معروف دوست داشتم کلیپ رو، خیلی هم تو اون کلیپ ترکونده بود مهراد. آره مهراد واقعا با استعداده. بعد مسعود جهانی، هادی حسینی، واقعا بچه ها زحمت کشیدن. سعید برنازاده، یه تیم واقعا خوبی بود که من دوست دارم با بچه دارم. مهراد چرا تو اون تیزر اومده بود؟ آخه کار پروژه مال بچه هاست، یعنی مهراد بود. آره یه کار تیمی بود که بچه ها زحمتش رو کشیدن. شعرش مال نیما مهین بود و تنظیمش هم تو مسعود جهانی. خب واقعا راضی بودم. مسعود هم که برای خودش دیگه باندی شده دیگه. قبول داری؟ مسعود کارش درسته، خب نونه قلبش رو میخوره، نونه حرفش رو میخوره. بعضی هم میگن بیندویل موسیقی پاپه مسعود جهانی. من اعتقاد دارم واقعا کارش درسته، چون اولا قلب خوبی داره، بعد انرژیش خیلی خوبه، بعد از نظر موسیقی هم خوب خیلی خوبه. واقعا چند سال؟ 5 سال گفتی ممنوع کار بودی. 5 سال ممنوع کار بودی. چقدر سخت بود؟ یه در سختی و موقع بود که دیگه چی بگم؟ 5 سالی که آدم میتونه بهترین دوران زندگیشو، آره واقعا، کاری که عشق داره، علاقه داره، بخونه ولی نتونه. واقعا خیلی سخته. الان نمیدونم، جای من شاید نباشی ببینی، ولی واقعا از نظر روحی، از نظر انرژی، همه چی تحلیل رفته بود و واقعا امیدوارم که کسی این اتفاق واسش نشه. نگرانی از آینده. اینه که مثلا فکر میکردی مثلا شاید 4 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه انقدر خواننده بیان که دیگه تو دیده نشی؟ اینم بود. آخه من خودم عقیده دارم هر کی خوب باشه جای خودش رو پیدا میکنه. من اصلا عقیده دارم 20 سال دیگه هم همه بیان جدید باشن و موزیکشون بگیره، هیت بشن و کارشون خوب بشه. هر کی واقعا موزیکش شنیده بشه توی جامعه به نظر حقشه. تو هم یعنی هر جایگاهی میخواد قبلش داشته باشه، کارش شنیده بشه، مطمئناً اون موزیکو مردم انتخاب کردن. 100% حقشه هر کی. تو پدرت هم از دست دادی، خدا رحمتش کنه. مرسی، خدا رفته کنه. فکر میکنم که خرج خود مادرم یه جوری به گردن تو بوده تو این سال. حالا تو این سالی که کار نکردی، شغل چی بودی؟ چی کار میکردی؟ کجا پول در میاری؟ خب من آهنگسازم، کارم آهنگسازیه و حالا شغل آزادم دارم، ولی مسائلی بوده، مشکلاتی بوده. من خانواده‌ام هم خب به هر حال خودم ساپورت میکنم و حتی خوش راضی هم از این کار، ولی خب سختی خودشو داره دیگه، سختی خودشو داشته و خیلی روزای سختی گذروندم. چند تا میتونی؟ نه راحته یه جا نداره. نه راحته، این سبک بود فکر کنم، یا برای تو سبک بود؟ بعد معمولی. شنا چند تا میری؟ شنا 20 تا. 20 تا یا 30؟ شاید برم 30 تا. همینجا بریم شنا. نرفتم و دیگه مسخرم نکن. اگه نرفتی دوباره باید بخونی برام. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 فکر کنم 50 تا رو میری. 30 رو رد کرد. آره زیاد. دمت گرم. خیلی. یه ذره از اون قطعه فقط باش بگو اتفاقی که افتاد درست باشه اینکه موسی افسانی درست کرد و آره موزیک دستگیر شد چی شد داستان قضیه چی بود؟ محسن پسر خیلی خوبیه. خب به هر حال این اتفاق امیدوارم که زود مشکلش حل بشه. ما یه روز دور هم بودیم و محسن دوست داشت کارو، با هم تصمیم گرفتیم که والا اونو اسمش کنه فقط باشم که شعر آهنگش مال خودمه. شاید توی حال هوای خیلی دوست داشتم خودم و موزیکو خیلی دوست داشتم. یه مدت هم مجوز ارشاد به دیر میداد برای همین دوتا کار آخری فکر کنم. خب البته خب ارشاد به خاطر اینکه مسئول اون زیرابط زده بوده. نه من آخه کاری نمیکنم اصلا. من حالا خودت ورزش میکنی، من نه حالا بگم از یه چوبلای چرخ میکنم. آره زندگیم رو یه ذره روی قلتکه، یعنی نه کاری میکنم که بخوام بترسم از کسی که حالا زیرابمو بزنه یا چیز خاصی. ورزش میکنم، زندگی سعی میکنم زندگی سالم داشته باشم و خدا رو شکر تو الان داشتم، خودم دوست دارم. ما اولین آشناییمون فکر کنم تو باشگاه بود اصلا کلا. آره من اولین ما توی باشگاه چیز دیدم انرژی. آینده قراره چیکار کنیم؟ به نام خدا استیج حالا خدا هر چی بخواد من نمیدونم، ولی خب یه برنامه خاصی داری دیگه قطعا؟ 100% 100% برنامه فکر شده است و خیلی حالا سختی های راه هست و داریم انجام میدیم، مشکلات رو داریم هموار میکنیم، ولی آینده رو کسی ندیده، نمیدونم چی میشه. تو بچگی هم ورزش میکردی؟ من از بچگی که آره مقام دارم. من حتی مقام اونجوری نم، توی پرورشندان مقام دارم یا هفتم یا هشتم. توی کلا تو مسابقه شرکت کردم. آره شرکت کردم، یعنی سال فکر میکنم 82-83 بود، 83 توی یه باشگاه بود توی پارک شهر، باشگاه هیدرنیا، باشگاه کشتی بود. بله باشگاه کشتی بود اونجا. من ورزشگاه هیدرنیا که توی سالن کشتی هم داره. آره بعد خب اون موقع امکانات مثل الان نبود. خب الان تو خب بعد کی تشویقت کرد که بری مسابقه؟ من یه باشگاه بود، یه مربی داشتم شروین عزیزی، خیلی وقت با اون کار میکردم و تشویق کرد از باشگاه، یه باشگاه بود مثل باشگاه قصر سمت منطقه 5. بعد یه چی دیگه گفتم بچه ها، گفتم خوبه شرکت کنه اینا. هفتم هم شدم. خوب بود. آره عکس دارم ولی خب عکس یه دونه عکس داره بده یه دونه در ماست شماره روش زدن زدم به مایو. آره در نه در بستنی. آره روش با ماژیک زدم شماره 50 هم بود. جالبه. من فکرم رزمی مثلا. نه رزمی هم کار کردم. حتی رشته از علاقه شدیدی من به رشته پاراگلایدر دارم و آره می بیشتر دوستم بپرم و این کار رو سال هاست دارم انجام میدم. حالا شده مثلا کسی مثلا مشکل داشته باشه، اعتیاد داشته باشه، افسردگی داشته باشه، تشویقش کنید بره سمت ورزش و اون آدم بره، تأثیر گذار بودی به نظرت؟ آره خب خیلی اتفاق افتاده. مثلا پیش اومده خیلی زیاد که خیلی ها باعث شدن حالا مواد مخدر مصرف کنن، سیگار بکشن یا مشروب بخورن. خیلی ها رو واقعا تاثیرگذار بودن، خدا رو شکر باعث شدم که حالا ورزش کنه، ترک کنن و خیلی هم بودن. شاید تو زندگیم 100 نفر شاید بودن، حالا مثلا 50 نفرشون تاثیر گذاشته رفتن این کاری کردن و خوش واقعا ته دلم خوشحالم این کاری کردن. تو فکر کن بقیه خواننده یه ذره زودتر بیدار میشی؟ من راستش ساعت فکر میکنم ساعت 11 میخوام، 11 شب خوابم میگیره، ساعت 7 هم بلند میشه. نه که بخوام خودم به صورت خودکاری ندارم. خیلی خوب. اکثر یا نمیتونم بیدار بمونم، یه زورم بزنم نمیتونم. جالبه. تا حالا شده اینقدر ورزش کنی مثلا بعد ورزش کارت کشیده شد بیمارستان؟ ورزش به اون صورت که نه، ولی خب تو باشگاه شده، حالا حالم بد شده، حالا آسیبم دیدم باشگاه انرژی چرخوش پیار سال انگشت هم رفت زیر وزنه، فکر میکنم دست اینه که ترکید. احسان کلی من مربی خیلی خوبه. آره مربی خوبه منه و ازش تشکر میکنم. منو برد بیمارستان، برد بیمارستان. آقا احسان دست درد نکنه. آقا هم نجات هم خیلی خوبی احسان. به نظر خودت بهترین عضلات بدنت کدومه؟
نقطه قوتت اون موقع مسابقه میرفت مثلا بازو سینه پا نسبتا حالا بازو هم بهتره و سینه هم بد نیست. ناصر به نظرت چند ثانیه میتونی رو بزنی بطن رو؟ ماشاءالله چند ثانیه به نظرت؟ ببین امتحان نکردم ولی فکر میکنم 20 تا 25 تا 30 نمیدونم. 30 ثانیه؟ نه کمتر. 20 ثانیه؟ فکر میکنم کمتره. 20 ثانیه بریم. 1 2 3 ماشاءالله. نه خوبه. ریتمشو میتونی تندتر کنی؟ تمپوی کارو ببر بالا. چند 18 ثانیه. حالا بیا. راسته به نظر تو بهترین خواننده ایران کیه؟ خودتی داداش. نه بشوری. حالا ببین. ببین. گل خوردی گل. خب. خودت کیه دوست تو داری؟ زمین حریف بردم. تو زمین خودت بردم. من خب صدای خیلی رو دوستم. چی بگم؟ آرش و مسیح خوبم. بهنام بادی خوبم. تنظیم آخرت که مسعود جهانی زد چقدر پول گرفت؟ راستشو بگم. خب مسعود به من خیلی لطف داره و هوای منو داشته. بیا. یعنی پول نگیره؟ بزن نگم. کابوس تو زندگی چیه؟ بیشترین ترس هم خفگیه زیر آب. خفگی آره. زیر آب. حالا من جالبه من یکی از فوبیه هم مثلا خفه شدن تو دریاه. بعد یه زمان ارتفاع بود. یعنی هم ارتفاع بود هم خفه شدن تو دریا. ولی رشته که مثلا توش دارم کار میکنم پاراگلایدره. ارتفاع مثلا 2000 متر رو دریا من فکر کنم دارم پرواز میکنم. جفتش اینه که میخوای به ترس غلبه کنی. خب خیلی تاثیر داشته. من این کارم کردم. آره من این کارم کردم. حالا عاشقم که شدی دیگه. سالایی میکنی. 2-3 باری شده الان پیش اومده. 2-3 بار فکر کنم بشه. ازدواج که نکردی؟ نه. دوست نداری ازدواج کنی؟ حالا بهش فکر نکردم. دوست داشتنشو دوست دارم ولی خب به نظرم شرایط خیلی مناسبی میخواد و بیشتر از خودم انتظار دارم. دوست دارم کامل بشم. آره رشد کنم بعد این کارو. تو راستی متولد چه سالی هستی؟ خب نمیگم. من متولد 1358 هم. 58 ماهی؟ آذر. آذری هست. تا حالا مجبور شدی به خاطر پول یه کار بد انجام بدی؟ مجبور باشی؟ مجبور به خاطر پول شده دروغ گفتم. به خاطر پول شده کسی ناراحت شده از دست من و کار بد دیگه خونینم کار بدی. بازداشت شدی تا حالا؟ آره. چند بار؟ یکی دو بار بازداشت شدی. ولی خب موضوع خیلی سال پیشه. شاید 10 سال 12 سال پیشه. سر چی بوده؟ سر چی بوده که؟ نظر درباره دختر آبی که این چند وقت اخیر خودکشی کرد چی بوده؟ راستش خب خیلی ناراحت شدم. میدونی؟ یه لحظه خودم گذاشتم جای اون و احساس کردم اونم دوست داشت یه حقی داشته باشه، سهمی داشته باشه تو ورزش حداقل. حالا شاید دستشون بسته بود برای بازی کردن، خودشون ورزش فوتبال رو تو ایران انجام داد، ولی دوست داشت اون هیجانش تخلیه بشه، دوست داشت یه سهمی داشته باشه و متاسفانه به اون حقش نرسید. ناصر من ازت میخوام یه چالش برات دعوت کنم. به چالش بریم رو الکتریکال برام یه آهنگ بخونیم. چه کار سختی ازم. بریم. دوست دارم زیر بارون رو بخونی. هیت‌ترین آهنگ تو. ولی زیر بارون نه، روی الکتریکال. روی بارون. زیر بارون روی الکتریکال. تا حالا شده روی الکتریکال یا مثلا تردمیل بودوی بخونی و اینا امتحان کردی؟ آره من مثلا یه وقتای حوازی کار میکنم صبحای زود مثلا میدویدم بعد آره میخونم نفس هم اتمن بازتر میشه. پس میریم زیر بارون رو. سخته ها. برای تو راحت. روی تن سردم چیکه چیکه بارون میباره، انگاری که با تو دارم میشم عاشق دوباره. چقدر حس خوبی به تو دارم امشب عشق من. اگه تو رو میخوام دست خودم نیست آخه دوست دارم.
این حرکتی که خود ناصر خیلی دوست داره. آره واقعا سینه بزنیم. یه دونه سنگیش کنیم بزنیم با هم. رکورد پلسینه چقدره؟ رکورد تا الان نزدم. فکر نکنم. سنگ ترین وزنی که زدی پلسینه. شاید 100 رو زدی. 100 نه. 100 که نه. 100 فکر می‌کنم 100 رو زدم. نه 90 تا فکر می‌کنم زدم. 90 رو زدی. تا حالا شده با آهنگ خود ورزش کنی قطعا؟ پیش اومده خودم بذارم نه مثلا باشگاه بودم گذاشتن من مجبور شدم باش تمرین کنم موزیک برای باشگاه هم بسازی؟ برای ورزش؟ هیچ وقت یعنی پیش نیومده الان به ذهنت برسه چی؟ آخه میدونی ورزش خودت دیگه بهتر من داره ورزش نیاز داره به یه ریتم خیلی اکتیو و اون ریتمه خوندن روش آره ولی خب صرفا واسه ورزش باشه نه کدوم بدن ساز تو زندگی میشه خارجی یا ایرانی خارجی قبلا مثلا بیشتر بدن چی روش داشتم کوین لبرون دیگه آره بدنش خیلی دوست داشتم تو ایرانی ها چی؟ مجید قمری و نه حالا بغیر من ولی واقعا بدن تو دوست دارم بدن خوبی داری استایل خوبی داری ولی خیلی بچه ها خوبم تو ایران خیلی خوب شدن تو ایران الان خیلی خوب دارن با اینکه امکانات نیست مکملات خیلی درجه یک نیست کیفیت نداره ولی خب واقعا بچه ها خوب پشت کار خوبی دارن بهتر مکملی که مصرف کردی چی بوده؟ من وی ایزوله میخورم حالا چه برنده شد که فرق نمیکنه دیگه بستگی داره یعنی مکمل مورد علاقت به یه آیزولکس به حال میده چون از شیرکا که همونه شکلاتیشو محصول هم ناصر جون خیلی ممنون که دعوت قربونت برم مرسی از تو برنامه جیم تی وی اومدی دوست خیلی قدیمی منه مجید لطف کردی که دعوتم کرد شبه کارات موفق باشی ما منتظریم که هرچی سریعتر بری رو استیج قربونت برم بیاییم صدای لایو تو بشنویم لذت ببریم و روزای خیلی خوبی داشته باشی چند سال سختی کشیدی به اینجا رسیدی خوشو دهی به بعد دیگه حالا خدا میگه همه بنده خوبشون میگن اونه که خیلی دوست داره خیلی امتحان میکنه سخت تره مطمئنه بعدش ایشالا بعد شما قهرمانیت مستر اولمپیا حرفه‌ای تر از همیشه هستی میبینم مرسی که اومد خورمت دارم میخوادت فقط ما